با سلام و عرض ادب خدمت دانشجویان عزیز و گرامی رادمهر هستم در خدمتتون هستیم با جلسه چهار روم از اکتیو Korean کره رو میخوایم یاد بگیریم در قسمت های قبلی حروف صدادار و حروف بی صدا رو با هم دیگه کار کردیم کلمه ها رو کار کردیم و در این قسمت میخوایم تعدادی از کلمات رو باز یاد بگیریم و حالت نوشتاری و خواندن کلمات رو یاد بگیریم خب در درس های قبل همونطور که یادتون هست گفتیم اندازه ی حروف بسته به اینکه به صورت عمودی یا افقی باشه یکم متفاوت خواهد بود اندازه ی حروف رو دقت میکنید به نوشته ها و سعی میکنید مثل اینها کامل بنویسید و معمولا همیشه دو تا حرف کنار هم میاد خب بریم این قسمت listening داریم listen carefully and choose the correct syllable گوش میدیم با همدیگه و سیلاب درست رو در اینجا انتخاب میکنیم کاملا گوش بدید و سعی کنید سیلاب درست رو انتخاب کنید با تحجب به حروفی که قبلا یاد گرفتیم دو تا حرف کنار هم یاد و الان این دو تا حرف رو میخوایم یاد بگیریم که چه صدایی میدن در واقع 5 تا اینجا لسنینگ داریم در هر لسنینگ دو تا عنوان هست یکیش رو میگه و شما یکیش رو باید انتخاب کنید با تجربه به تلفظش دقت کنید و انتخاب کنید Exercise Number one Listen carefully and choose the correct syllable One Ka Ka Two. Na. Na. Three. Ra. Ra. Four. Pa. Pa. Five. Sa. Sa. Number two. Listen carefully and number the words as you listen. One. خب در این قسمت خوب گوش میکنید و اعداد رو شماره بندی میکنید البته اینجا تعداد ببخشید اعداد میگم کلمات در واقع کلمات رو در اینجا شماره بندی میکنید کلماتمون توی لسنینگ تعدادش کمه در اینجا کلمه زیاد هست پس دقت کنید همه اینها شماره نخواهند گرفت خوب گوش بدید بعد معنی کلمات رو با همدیگه میخونید

خب با هم دیگه گوش دادیم و کلمه ها رو انتخاب کردیم حالا یک به یک میخوایم اینا رو بخونیم اگه یادتون باشه گفتیم هر بخش از دو حرف تشکیل شده اول کلممون اگر از حروف صدادار باشه تنهایی نمیاد حتما باید کنارش حرف بی صدا باشه یعنی اول کلمه کلا با حرف بی صدا شروع خواهد شد و برای اینکه حرف صدادار دیگه خودش نمیتونه تبدیل بشه به بی صدا کنارش یک حرف س... بی صدا نویسیم، از حروف بی صدا که صدای انگ داره در وسط و آخر کلمه ولی در اول کلمه هیچ صدایی نداره پس اگه این علامت کنار حروف صدادار ا ا ا او ای اینا حروف صدادار هستن بیاد این هیچ صدایی نداره پس میخونیم اگی 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 یعنی بیبی بچه که قبلا این رو خونده بودیم هولی هولی این صدای آ هست دقت کنید بچه اینجا یک علامت داره در واقع این خط رو میکشیم و این خط میچسبه به خط در واقع افقی هولی هوری یعنی چی؟ هوری البته هوری یعنی دور کمر هوری دور کمر بعضی وقتا این آر رو بین ل و ر میگن دقت کنید بیشتر وقتا اینجوریه نرو نرو یعنی چی؟ نرو یعنی گوزنه کوچک نرو خب هده و یه چی ده در مورد این ده بگم براتون؟ ده وقتی در آخر کلمه دیدید این یا فعل یا صفته پس هر وقت آخر کلمه ده باشه البته به اون استثناء ها رو حالا در نظر نگیریم کلا اینجوریه بیشتر وقتا وقتی ده آخر کلمه هست به عنوان فعل و یا صفت هست پس اینجا ها هستش فعل اصلیمون ها هست اگه بخوایم یه چیزی اضافه کنیم به ها اضافه میکنیم در رو باید حذف کنیم پس در اینجا میگیم هدا هدا به عنوان مصدر هست مثلا میگفتیم تو دو در انگلیسی یعنی انجام دادن اینجا هم در رو اضافه میکنیم هدا یعنی انجام دادن مثلا توی فارسی ما میگیم انجام دادن هیچ وقت توی فعلمون انجام دادن نمیاریم مثلا میگیم او انجام میدهد او من انجام میدهم یا انجام داد که میبینید دادن نداریم پس اون مستری که نشون دهنده فعل هست این حرف یا سیلاب ده هست خب حدا انجام دادن پیلو پیلو میشه سنگ جوهر خب اینجا یه چیز جالبم براتون باز بگم هدو اگه یادتون باشه حسو یاد گرفتیم حسو به معنی دریاچه هست هو رو گفتم به معنی گوس هست گوس یعنی دایره وار که در اینجا هدو رو میخوایم یاد بگیریم به معنی گردو خو که دایره هستش گوس هستش و دو گردو آخرش دو داره گردو خب پس هدو میشه گردو سعی کنید کلمات رو به یه چیزایی شبیه کنید تا راحت یاد بگیرید. و اینجا هو رو که یاد گرفتید به معنی گست بیشتر وقتا این به کار خواهد رفت. از این به بعد سعی میکنید این کلمات رو که یاد میگیرید ریشه ای یاد بگیرید که بعدا هم باز اینا رو به کار خواهیم برد خب کیروگی 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 غاز وحشی هست این صدای ای هست ای این صدای آ هست آ اینجوری میخونیم آی معمولی نمیخونیم دقت کنید آ کیرا کیراگی کیراگی خب کیراگی غاز وحشی گفتیم ک صدای ا داره در این قسمت ک ریگی کریگی کریگی یعنی نکاشی کشیدن نکاشی البته بهتر بگیم کریگی نکاشی دروین در انگلیس میگیم میلی خب میلی یعنی چی؟ میلی یعنی قبلا already یا از قبل اینجوری بگیم چوبو چوبو به معنی پنیر توفو هستش در کره یه پنیری با نام توفو دارن که این رو میگیم چوبو چوبو همون توفو هستش خب پس این قسمت رو کامل یاد گرفتیم سعی میکنید کلمه ها رو باز بنویسید یاد بگیرید و همچنین کلمه ها رو که یاد گرفتید سعی میکنید ریدینگ اینا رو هم یاد بگیرید کلا ریدینگ و معنیشون رو کامل یاد میگیرید سعی میکنید اقدر بخونید تا این کلمه ها براتون حرفها براتون عادت بشه چشم عادت کنه و سریع بخونه که اینا رو باز توی کلاس تمرین میکنیم و ازتون میخوام که اینا رو دوباره برای من بخونید خب هنگل 3 میخوایم بریم به قسمت سوم از هنگل ما دو نوع حرف بی صدا داشتیم که اینا رو براتون گفتم یه بار دیگه مرور میکنیم و کامل میگم که چطور اینا رو بنویسیم و بخونیم خب اگه یادتون باشه گفتیم که این حرف هایی که دو تا کنار هم نوشته میشه به حالت تشدید خونده میشه. اینجا که یک اه اه علامتی شبیه ا دیده میشه، اینجا مثلا تی، اینجا علامتی شبیه عدیده دیده میشه. در واقع اینها تشدید هستند، یعنی تنسفرم هستند. توی انگلیسی هم اینا رو داریم و توی زبان های مختلف حالت این این اکسان ها رو داریم اینا رو میگیم اکسان یعنی این در واقع باعث میشه ما تلفظمون تشدید بشه خب حالا کی اینا رو اینجوری میخونیم وقتی که دو تا از حرفمون کنار هم بیاد دقت کنید این ک یه دونه که دیگه کنارش می نفسیم. این ت و یه دونه تیه دیگه کنارش می نفسیم. این ب و بوی دیگه کنارش نوشته میشه میشه پ و س دوتا س کنار هم نوشته میشه چ دو تا چ کنار هم نوشته میشه خب پس اینا دو تا کنار هم نوشته میشه یک درمیان هست دقت کنید و اینجا یک درمیان نیست که اینا کنار هم نوشته شده خب حالا پ رو دقت کنید ببخشید اسپیریتد رو دقت کنید اسپیریتد یعنی وقتی حرف رو ما میخواییم بگیم یه صدای شبیه ه هم میشنیم چطور؟ مثل این خب حالا اینا رو چطور مینویسیم؟ این که رو مینویسیم این که هست خب یه خط وسطش می در این قسمت از اینجا مینویسیم دقت کنید این دوتا که هست کنار هم ولی این یک که هست این خط رو فقط کشیدیم خب یه ت نوشته میشه خط وسطی کشیده میشه بعد پ یکم متفاوت تر نوشته میشه دقت کنید و چ ج رو می نویسیم یه خط بالاش می نویسیم میشه چ پس دقت کنید ما دو نوع حرف داریم در این قسمت یکیش تشدیده تشدید ها اونایی هستن که دو تا حرف کنار هم میاد و اسپیریت هستن که یه دونه حرفه و صدای خ در هنگام تلفظ دیده میشه مثلا میگیم خ رو میشنویم خب در این قسمت باز لسنینگ داریم اینا همون بالایی ها هستن که در واقع اینجا علامت گذاشته برای نوشتن این رو سید این بعد این علامت این رو از اینجا میکشی از سمت چپ براست این به صورت ت نوشته میشه و حالت اسپریت ت و ت رو می نویسیم یه خط از وسط باز از چپ به راست دقت کنید پ از بالا به پایین هر دو خط بعد از حالت عمودی هم این خطا رو می کشیم بعد دوباره هم رو میکشیم و پ دو تا خطا رو می کشیم بعد خطای دیگر و س یه بار می نویسیم بعد بار دوم که حالت تشدید دارش هست چه باز می نویسیم دوبار چ خونده میشه و این حالت اسپیریتیت هست صدای خ میده چ اینجوری خب listen to the following در این قسمت به این listening گوش میدیم و بعدش این کلمات رو با هم دیگه میخونیم دقت کنید به listening و سعی کنید حروف رو کامل بخونید Angle three, angle three. Listen to the following Ta چا، سا، سا، سا،, سا. جا. چا، 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 چا. سا 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 چا 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 خوب انجا حروف رو با همدیگه خوندیم. ک، گ، ک. دقت کردید در اینجا یک حالت آسپریتید داره خوب. Read the following words. میخوایم کلمات رو یاد بگیریم. خب این کلمه هایی که در اینجا گفتیم برای اینها تمرین نداره یا تمرین نذاشته کتاب برای اینکه اینا فقط برای لیسنینگ هست و اینکه یاد بگیریم که چطور بخونیم و حتی معنی اینا رو هم زیاد نمیخوام ولی خب من معنی اینا رو براتون گفتم که کامل یاد بگیرید و برای اینکه میخوایم خوب پیشرفت کنیم و معنی ها رو کلا یاد بگیریم حالا در این قسمت بچه کتاباتون این قسمت ها میبینید خیلی کم رنگ افتاده میایید در اینجا همون کلمه ها رو از اول تا آخر همشون داره پس برای نوشتن از این قسمت استفاده میکنید حالا من اولی رو میخونم این رو دقت کنید کچی خب کچی 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 یعنی کبوتر. در اینجا میبینید کچی. خب پس این کلمه همون کلمه یه که اینجا نوشته. ک. دابل ک کنار هم نوشته میشه. بعد ا. ک. کچی. خب ک. ک به معنی بینی هستش. اینجا داریم ک. او ك. دقت کردید اینجا وقتی ک رو میگیم صدای ه هم کنارش میاد خب اینا رو میخونیم و بعد در پایین باز میایم این کلمه ها رو با هم دیگه تکرار میکنیم خب این چی شد کچی کچی پرنده کو بینی موریدی موریدی یعنی دو میله موریدی تچو تچو شطر مور. در اینجا هم ببینید ت ا هست دقت کردید ت ا چ او تچو تچو شطر تچو شطر تچو شطر مور. خب پوری 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 یعنی ریشه ریشه درخت و اینجا پدو پودو هست دقت کنید در این قسمت پوری پوری یعنی ریشه درخت پودو پودو یعنی انگور این صدای او هست دقت کردید این یه خط مستقیم بعد از بالای استروک کشیده میشه یه خط کوچیک پودو 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 یعنی انگور خب چده اینجا پودو رو خوندیم انگور چده نمکی سالتی چده یعنی غذا شور نمکش زیاده کیجه کیچه کیچ کیچ خب کیچه چی شد ترین گتار سده صده به معنی نوشتن هست خب سده رو به معنی نوشتن خوندیم همونطور که یادتون هست گفتیم بعضی از کلمات معنی مختلفی دارن که در اینجا صدا به معنی نوشتن هم به معنی خواندن هم هست به معنی خودکار هم هست و به معنی صرف کردن پس شد صدا به معنی خواندن نوشتن و خودکار و صرف کردن خب حالا معانی دیگه ای هم داره که در اینجا زیاد همه رو نمیگیم برای اینکه کم کم یاد بگیریم خب پس این کلمات رو دوباره مرور میکنید چندین بار گوش میکنید یه بار نه چندین بار گوش میکنید و کامل یاد میگیرید و برای اینکه کلمات رو کامل یاد بگیریم حتما از هر کدوم سه چهار سطر مینویسیم و کامل اینا رو حفظ میکنیم. و هنگام نوشتن هی با خودمون تکرار میکنیم کچی ک مریدی دقت کنید حالت تلفظ ها را هم رعایت کنید و همچنین اندازه و سایز حروف رو سعی کنید درست بنویسید تجو یا تچو که وسط بنبیاد بیاد پوری پودو چدا کیچا یا کیچا یکم با تشدید میگیم فدا خب بریم به این قسمت لسنینگ با هم دیگه باز گوش بدیم و تشخیص بدیم که کدوم سیلاب درست هستش دقت کنید این listening خیلی مهمه سعی کنید ها رو چندین بار گوش بدید اول زبان کره یکم سخت زمان میبره ولی خیلی خیلی آسونتر از بعضی از در واقع زبان ها هستش خب الان دوباره گوش میکنیم به این قسمت و سعی میکنیم سیلاب درست رو انتخاب کنیم پنج تا, تا کلمه یا پنج تا تمرین هست در هر کدوم تا که یکیش رو انتخاب میکنید one.

و در این قسمت باز خوب گوش میکنید و کلمات که میشنوید رو شماره بندی میکنید. و مثل تمرین قبل که یادتون باشه گفتم در این قسمت ها که تمرین دارید همه کلمات رو براتون توی لسنین نمیگه چند تا میگه و حسب اون شما شماره گذاری کنید. خب حالا خوب گوش کنید و شماره مورد نظرتون رو بذارید. Number two listen carefully and number the words as you listen. One Jada Jada. Two Gachi Gatshi. Three Pida Pida. Four Tusu Tusu. Five. با. ابا. خب در این قسمت هم ما بعضی از کلمات رو یاد گرفتیم با هم پیدا پیده یعنی چی؟ یعنی شکوفه پیدا شکوفه تی تی به معنی تای و یا کراوات هستش دقیقا تو انگلیسی هم تای داریم تقریبا شبیه اون هست تی یعنی تای کراوات اپا بعضی در بعضی از زبان ها به معنی پدر مثل زبان عربی اب ابا ابا یعنی پدر تو سو سو اگه یاد یادتون باشه توی دریاچه داشتیم حسو خب خب به معنی گس بود سو به معنی آب دیگه حسو یعنی لیک دریاچه تو سو تو سو به معنی پارچ هستش خب دقت کنید میتونید از فارسی و ترکی استفاده کنید و اینا و یاد بگیرید یعنی توش سو میریزیم توی اون آب میریزیم سو یعنی آب توی ترکی پس تو سو تو سو یعنی پارت چده جدا جدا به معنی نمکی پپا پپا به معنی کیست و بوس در واقع بوسه گچی یک چی همون چیه پرنده که قبلا یاد گرفتیم و در اینجا هم باز خوندیم خب میریم به لسننگ دیگه گوش بدیم در این قسمت باز گوش میکنیم و حروفی که میشنویم رو اینجا علامت میزنیم دقت کنید هر حرفی که میشنوید زیر خودش علامت بزنید نمبر And check the beginning sound of each word. One, oma. Two, ko. Three, kori. Four, Puma Five. Six Toki Seven Hodo Eight Pabo Nine Baruda Ten She خب تا صفحه 27 با هم دیگه ادامه دادیم جلسه بعد باز بقیه اینا رو خواهیم خوند و جل... تا جلسه بعد سعی کنید کلمات که یاد گرفتید رو کامل یاد بگیرید از جملاتی که یاد گرفته بودیم کامل اونا رو هم یاد بگیرید و ریدینگ رو در واقع اگه بتونیم بخونیم راحت تر میتونیم بریم جلو پروف رو کامل یاد بگیرید و اینا رو هم خوندن هم نوشتنش رو دقت کنید تلفظ ها رو با توجه به لسنینگ ها زیاد کار کنید تا راحتتر بتونید کلمه ها رو بگید و برای ثبت نام در کلاس هامون میتونید از طریق شماره تلفن زیر اقدام کنید و از طریق مشاوره مشاوره با واتساپ میتونید از ما مشاوره گرفته و در مورد زبان های مختلف صحبت کنید و همچنین برای اینکه یادگیریتون بهتر بشه و راحتتر بتونید انگلیسی و کره رو یاد بگیرید در این قسمت ما آدرس های اینستاگرام رو در زبان انگلیسی داریم برای زبان کره هم آدرس اینستاگرام رو براتون در جلسه بعد خواهم نوشت و راحتتر میتونید در اونجا هم از طریق اینستاگرام ما رو دنبال کنید و همچنین کلمات کره و یا در واقع جملات کره رو اونجا باز یاد بگیرید روز خوبی داشته باشید و با ما باشید در آموزشگاه زبان رادمر